سرخط خبرها. انتقاد از بزرگنمایی داعش از سوی برخی حلقات در افغانستان. ذبیح الله مجاهد میگوید برخی حلقات داعش را در افغانستان بزرگنمایی میکنند در حالی که این گروه سرکوب شده است. در کل داعش بسیار علاقمند است تا به سرزمین ما حمله کنند و چیزی که آنها میگویند ما باید باور کنیم. آنها تلاش میکنند تا این کار را انجام دهند. من فکر میکنم جان باختن ده کودک در غزنی و هرات از اثر انفجار ماین های منفجر ناشده، 9 کودک در غزنی و 1 کودک در هرات جان باخته است. نگهداری 200,000 جلد کتاب و آثار تاریخی در آرشیف ملی. معاون اداره رئیس الوزرا میگوید که آرشیف ملی مخزن آثار تاریخی کشور است و از آن حفاظت شود. و خواست روسیه از اوکراین خواست تا رئیس استخبارات آن کشور را به مسکو تسلیم دهد. سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمده. امروز دوشنبه 13 حمل سال 1403 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها. امارات اسلامی در واکنش به ادعاها در مورد تقویت داعش در افغانستان میگوید که برخی حلقات غربی در پی بزرگنمایی داعش هستند. ذبیح الله مجاهد میافزاید که داعش در افغانستان سرکوب شده و توان راه اندازی حمله ها را از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری ندارد. به تازگی قماندان پیشین قماندانی مرکزی امریکا مدعی شده است که داعش در صدد حمله بر امریکا و دیگر کشورهای غربی از افغانستان است. گزارش از خدیجه کوهستانی. در پی حمله های مرگبار داعش در روسیه و افغانستان، این روزها این گروه سرخط رسانه های غربی است. اکثر این رسانه ها فعالیت های شاخه خراسان این گروه را بازتاب می دهند و می گویند که داعش در افغانستان قوت بیشتر پیدا کرده است. به گونه مثال، در این گفتگوی تلویزیونی قماندان پیشین قماندانی مرکزی امریکا می گوید که داعش در صدد حمله بر امریکا و دیگر کشورهای غربی از افغانستان است. در کل داعش بسیار علاقمند است تا به سرزمین ما حمله کنند و چیزی که آنها می گویند ما باید باور کنیم. آنها تلاش میکنند تا این کار را انجام دهند. من فکر میکنم از زمانی که ما افغانستان را ترک کرده ایم، این تهدید افزایش پیدا کرده است. چون فشار از سر داعش کم شده است و میتوانند آزادانه پلانهای خود را عملی کنند. ما باید با همکاران بین المللی خود تلاش کنیم تا جلو آنها را بگیریم. این جنرال بازنشسته آمریکایی به خروج نیروهای کشورش به افغانستان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید باید بخشی از نیروهای آمریکایی در افغانستان حفظ می‌شدن برای مبارزه با داعش. من به این باور هستم در آن زمانی که 4 یا 5 هزار نیروی آمریکا همراه با متحدان ناتو در افغانستان حضور داشتند، باید 2500 سرباز را در آنجا می‌گذاشتیم و در مقابل داعش می‌جنگیدیم، که هدف اصلی ما هم در افغانستان همین بود که از حملات علیه کشور خود جلوگیری کنیم. اما اکنون در یک وضعیت متفاوت قرار داریم. امارت اسلامی اما میگوید برخی از حلقات غربی در پی بزرگنمایی داعش هستند، در حالی که در بیش از 2 سال گذشته داعش سرکوب شده و توان ندارد تا حمله هایی را در بیرون از افغانستان راه اندازی کند. اتهامات را رد میکنیم. اول خود داعش در زمان اشغال آمریکا در افغانستان پیدا شد و رشد کرد و متاسفانه حلقات آمریکایی در عقب حمایت داعش هم بودند. حال هم آنها از نام داعش به خاطر اهداف شومشان استفاده میکنن و او را بزرگنمایی میکنن. افغانستان در برابر داعش مبارزه بسیار جدی کرده و نیروهای ما حال هم در تعقیب نیروهای داعشی هستند و آنها را بسیار به یک حدی پایین تقلیل دادن. مبارزات ما در برابر داعش بسیار واضح و هوایدا است. با این همه آگاهان باور دارند که تهدید داعش با گذشت زمان بیشتر خواهد شد و برای مبارزه با داعش نیاز است تا همه کشورها با هم از نزدیک کار کنند و تهدیدها را رفع کنند.
در پی انفجار یک حلقه ماین در ولسوالی گیروی ولایت غزنی 9 کودک جان باختند. بر اساس گزارش ها این رویداد زمان رخ داده است که این کودکان مشغول بازی با این ماین برجا مانده از جنگ های گذشته در این ولسوالی بودند. 4 دختر و 5 پسر که بین 4 تا 10 سال داشتند در این انفجار جان باختند. مقام های محلی هرات نیز گفتند که در نتیجه انفجار ماین برجا مانده از جنگ در این ولایت یک کودک 10 ساله کشته شده است و 5 کودک دیگر زخمی شده. نشست کمیسیون سیاسی بر ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء برگزار شد. معاون سخنگوی امارات اسلامی میگوید که در این نشست پس از بررسی آخرین انکشافات در روابط افغانستان با منطقه و جهان در مورد پیشرفت‌های بیشتر امارات اسلامی در عرصه‌های سیاسی بحث و تبادل نظر شد. اعضای این کمیسیون همچنان بر روابط سازنده و مثبت امارات اسلامی بر اساس سیاست متوازن با منطقه و جهان تاکید کردند. برگزاری نشست کمیسیون سیاسی بر ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء. در این نشست بر تلاش مشترک برای حل و بهبود برخی مسائل سیاسی تاکید شده و روابط سازنده و مثبت امارات اسلامی با منطقه و جهان مبتنی بر سیاست متوازن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. په دې ناسته کې لسمی او نړۍ سره د افغانستان پر اړیکو او وروستیو پرمختګونو خبرې وسوي او دغه راز د ځینو سیاسي مسایلو د حل او بهبود لپاره پر ګډو هڅو ټینګار وسو. د افغانستان اسلامي امارت د متوازن سیاست له مخې له نړۍ سره د سیاسي روابطو د لا پیاوړتیا په موخه نظرونه تبادله سو. اعضای کمیسیون سیاسی همچنان بر تلاش مشترک به منظور حل بهبود برخی از مسائل سیاسی تاکید کرده و در مورد بعض مسائل فیصله های انجام دادند. معاونیت سیاسی ریاست الوزراء همان طوری که از نامش پیداست که معاونیت سیاسی میتونه در امور سیاسی تمام وزارت ها را خصوصا وزارت خارجه را درست رهنمایی بکنه تا سیاست های درست اختیار کرده و افغانستان از این انزوای سیاسی بیرون بکشن. نشستایی که به ارتباط تنظیم سیاست خارجی افغانستان برگزار میشه طبیعی است که یک همانگی به وجود میاد، اما زمان مؤثر واقع میشه که این کمیسیون بتانه با صلاحیت کار کنه، یعنی فیصله ای که میکنه و عملی شه. اعضای کمیسیون سیاسی در این نشست در حال بر روابط سازنده و مثبت امارات اسلامی بر اساس سیاست متوازن با منطقه و جهان تاکید کردند که هنوز روابط رسمی میان افغانستان و جامعه جهانی شکل نگرفته است. بر بنیاد گفته های مقام های امارات اسلامی، هرچند جهان تا کنون از به رسمیت شناختن امارات اسلامی خودداری کرده است، اما با بسیاری از کشورها عملا رابطه دارند. معاون اداری رئیس الوزراء در مراسم افتتاح نمایشگاه نسخه خطی قرآن کریم در آرشیف ملی میگوید که آرشیف ملی افغانستان مخزن آثار تاریخی کشور است که شامل بیش از 200 هزار جلد کتاب مختلف، آثار و هسته های تاریخی میباشد. عبدالسلام حنفی میافزاید که امارات اسلامی متحد بر حفاظت آثار تاریخی به گونه درست و جلوگیری از تخریب و قاچاق آن است. فرهناز فریبرز گزارش میدهد. گشایش نمایشگاه 5 روزه نسخه خطی قرآن کریم در آرشیف ملی. وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه از نسخه خطی قرآن کریم را به مناسبت ماه مبارک رمضان در آرشیف ملی برگزار کرده است. در این نمایشگاه نسخه خطی قرآن کریم به نمایش گذاشته شده که در زمان خلافت حضرت عثمان خلیفه سوم مسلمانان و به دست حضرت علی خلیفه چهارم اسلام نوشته شده است. معاون اداری رئیس الوزراء در گشایش این نمایشگاه میگوید نزدیک به 200 هزار نسخه خطی در آرشیف ملی نگهداری می شود و امارت اسلامی متحد به حفاظت از آثار و داشته های تاریخی کشور است و تلاش می نماید تا از قاچاق و از بین رفتن این آثار جلوگیری نماید تا آنها به نسل های آینده افغانستان به گونه درست منتقل شوند. امارت اسلامی افغانستان با تمام معنا انشاءالله به این متحد است. ما تمام آثار تاریخی خود کوشش میکنیم با وجه صحیح با وجه احسن باید حفاظت شود و
نسلها و محصلین ما در پوهنتونها، در اکادمیای خود از این استفاده شود، محققین ما از این استفاده کنند. در این نمایشگاه معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ از رهبری حکومت سرپرست می‌خواهد تا این وزارت را در راستای ترمیم و حفاظت از داشته‌های تاریخی حمایت بیشتر نمایند. نو خدمت و خود دست اسلامی امارت مسئولین به خرج داد جناب حنیفی صاحب او نور ملگری دو برخو تا توجه که ده تعمیر پو جوری دو که جور ده خو بیا هم ترمیمات دیر ضرور دید در تا ده کم نسخی سیدی دیده ساتر دیر ضرور ده ده دست مانا داری لکه پاقور که سیاودی مشه سپنگره. آرشیف ملی به حیث یک مخزن ارزشمند از آثار و داشته‌های تاریخی افغانستان در حال دانسته می شود که شماره از مسئولان آرشیف ملی می گویند که در تلاشند تا آثار بیشتر را به مردم معرفی کنند. در آرشیف ملی افغانستان فعلا اسنادی که نگهداری میشه قدیمی ترین اسناد است از دوره غوریان است که از قرن ششم ختم قرن ششم اوایل قرن هفتم است و بعد از اون مثلا دوره غوریان است با دوره تیموریان است، فرمان سلطان ساین بایقرا است که تقریبا 5.5 قرن پیش از امروز است، فرمان احمدشاه و باز فرمان تیمورشاه است، جمله فرامین شاهان گذشته ای نگهداری میشه. با تدبیر همچین نمایشگاه بهتر خوبتر حالتهای ادبی فرهنگی کشور ما را نشان میده. در این نمایشگاه در کنار نسخه خطی قرآن کریم که در آرشیف ملی نگهداری میشوند، نسخه های از دیوان حافظ، رحمان بابا، کلیات بیدل و مثنوی، امیر کلام، امیر علی شیر نوایی، مجلات تاریخی، فرامین که در ادوار تاریخ توسط حاکمان افغانستان نوشته به نمایش گذاشته شدند. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات با معاون یونما و هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده است. مسئولان این وزارت میگویند که در این دیدار وعده همکاری بیشتر در پروژه های روستایی را با وزارت احیا و انکشاف دهات داده است. محمد یونس آخوندزاده نیز اجرای پروژه های انکشافی را گام مهم خوانده و گفته است که باید به پروژه های بنیادی نسبت به کمک های بشر دوستانه اولویت داده شود. دیدار سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات با معاون یونما در کابل. در این دیدار وعده همکاری بیشتر در پروژه های روستایی را با وزارت احیا و انکشاف دهات داده است. محمد یونس آخوندزاده نیز اجرای پروژه های انکشافی را گام مهم خوانده و گفته است که باید به پروژه های بنیادی نسبت به کمک های بشر دوستانه اولویت داده شود. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سرګند کړه چې موږ به په افغانستان کې د بشری مرستو څخه نور د پراختیایي پروژو د بنسټیزو کارونو پر لور باندې ځو. نو وزیر صاحب هم د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت رهبری هم د دغې خبرې یا د دغې پروژو د پلي کولو هرکلی وکړئ. اندریکا راتواتا هم وعده کرده است که میخواهند در تطبیق پروژه های انکشافی این وزارت را همکاری کنند. آگاهان اقتصادی هم تطبیق پروژه های انکشافی را در دهات افغانستان بسیار مهم می دانند و می گویند که باید توجه به مناطق روستایی کشور شود. هرگاه واقعا بالای پروژه های انکشافی در کشور کار صورت بگیره، سبب بلند رفتن میزان اشتغال میشه، منابع طبیعی و بشری با هزینه و مصرف کم به کار میفته، سبب بلند رفتن جی دی پی کشور میشه، عاید ملی بلند میره و میتونه کشور را به طرف خودکفایی سوق بده. مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات می افزند که گام های موثری را برای تطبیق پروژه های انکشافی برداشتند، اما به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند، زیرا برنامه هایی را که روی دست گرفتند بر اساس اولویت های مردم است که با تکمیل شدن کار این پروژه ها تغییرات در وضعیت اقتصادی مردم به وجود خواهد آمد. ریاست کار و امور شمالی بدخشان میگوید که 17000 کودک در مرکز و ولسوالی های این ولایت سرگرم انجام کارهای شاق هستند و آنان در هماهنگی نهادها در یک سال پسین زمینه آموزش حرفه را برای 1000 کودک فراهم کردند. به تازگی یک نهاد غیر دولتی در هماهنگی ریاست کار و امور شمالی بدخشان نیز برای ده ها کودک که سرگرم کارهای شاق بودند پس از آموزش حرفه وسایل کاری توزیع کرده است.
این وسایل کاری برای حدود 128 کودک پیش از این در جاده ها سرگرم کارهای شاق بودند، پس از یک دوره آموزشی 6 ماهه از بخش خیاطی، نجاری، ترمیم موبایل و وسایل برقی و همچنان ترمیم موتورسیکل توزیع شده است. مسئولان این نهاد میگویند که ارزش این وسایل به 3,840,000 افغانی میرسد. برای 125 تن از اطفال کارکنان جاده که هم از دختران و پسران بودند و 3 تن از اطفال رها شده از مرکز اصلاح و تربیت اطفال، به خاطر کاهش نگرانی های محافظتیشان برای مدت 6 ماه در حرفه های متنوع از جمله سلمانی، خیاطی، ترمیم وسایل برقی، ترمیم موتورسیکل و ترمیم موبایل معرفی و شامل گردیده بودند. از سوی دیگر شماری از این کودکان که برایشان وسایل کاری توزیع شده است خرسند هستند و میگویند که با دریافت وسایل میتوانند در تامین نفقه با خانواده های خود سهیم شوند. فعلا دیگه خود ما وسایل کاری اگه گرفتیم دیگه پاز خود ما شده اگه سیم دیگه میتونه یه روزگاری خانه رو دیگه تمام وسایل کاری دیگه انجام بدیم. قبل از اینکه دفتر بیام ما در روی سرک کار میکردیم. قبلا مربی دفتر رو آورد ما را شاملی کاروبار کرد، ولی فعلا سامان را نگیریم میریم بخیر. مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی بدخشان میگویند که در هماهنگی با مؤسسات و نهادهای امدادرسان در یک سال گذشته زمینه یادگیری حرفه های گوناگون را برای بیش از 1000 کودک که سرگرم کارهای شاق بودند فراهم ساختند. سال 1402 به تعداد 1000 تن از اطفال کارکنان روی جاده در ولایت بدخشان از طرف نهادها شامل حرفه شدند. از جمله حرفه ها حرفه خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، نجاری بود، وسایل برق بود و ترمیم برق بود و غیره حرفه هایی بود که اینا آموزش های غیر رسمی بود که اینا شامل شدن و آموزش دیدن. امروز ما و شما شاهد فراغت همه اطفال هستیم. بر اساس گفته های ریاست کار و امور اجتماعی بدخشان همکنون بیش از 17000 اطفال زیر سن در مرکز و ولسوالی های این ولایت سرگرم کارهای شاق هستند که از این میان نزدیک به 5000 تن آنان را دختران تشکیل میدهند. در هرات مردم هنوز هم رسم و عنعنات قدیمی را حفظ کردند و در ماه رمضان روحیه همکاری در میان اقشار مختلف جامعه بیشتر دیده می شود. در مسجد جامع بزرگ هرات هر شب بیش از 1000 بسته افطاری توزیع می شود که بیشتر افراد فقیر، نیازمند و کارگر مستفید می شوند. صدها تن گرد دسترخوان نشسته و غذا می خورند. در بیشتر مساجد این ولایت این فرهنگ وجود دارد و مردم هنگام افطار دست به دعا و نیایش بلند می کنند. عالمان دین از تجار و سرمایه‌داران می خواهند که در این ماه مبارک رمضان بیشتر فقرا و نیازمندان را یاری رسانند. ختم یک روز دیگر از ماه رمضان است و نمازگزاران برای افطار لحظه شماری می کنند. مسجد جامع بزرگ شهر هرات که هر شب پذیرای هزاران تن از روزداران می باشد. تعداد از آنها مصروف عبادت هستند و شمار هم گرد دسترخوان به انتظار اذان شام نشستند. از اول ماه مبارک رمضان تا به این حال در حدود 800 الی 1000 بسته افطاری برای صائمین و روزداران تهیه می کنند که الحمدلله فعلا همین امشب ممکن نزدیک به 1000 بسته توزیع شود. از تاجرای بزرگ تقاضا داریم که به این ماه مبارک رمضان، ماه فضیلت، ماه قرآن، ماه خیلی ماه نیکه، یعنی دست همکاری و وفات به یعنی به غریبا و بیچارا به مستمندان داشته باشند. هراتی ها هنوز هم رسم عنعنات قدیمی را حفظ کردند. اکثریت هنگام افطار با خود انواع غذا، شیرینی و آب به عنوان افطاری می آورند. برخی از نمازگزاران میگویند در این ماه مبارک نیاز است تا سرمایه‌داران همکاری بیشتری با فقرا و نیازمندان داشته باشند. خود نیازمندان خود فراموش نکنه در قسمت زکات خود، در قسمت از اینکه مردم امروز ببینه که خیلی واقعا غریب و مستضعف زیاد داره، زکات خود بدن و مستحق بشناسن که کینه. ملت ما اقتصاد ضعیفن، در این میایه لباس ایدی به اطفال یتیم، بر اطفال بی بزاد بگیرن و در این ماه را دست ندم و این ماه مبارکت و ماه برفیض که یک روپیه 70 روپیه، یک رکعت نماز برابر به دیگه وقتا 70 برابر رسول خدا می فرمایند که ثواب داره. خادمین این مسجد به همکاری تاجران و مردم خیر کمک های مالی را جمع آوری و برای روزداران هر شب این گونه غذا توزیع می کنند. بر علاوه آن مردم نیز با خود افطاری می آورند. این رسم عنعنات از گذشته ها به میراث مانده است.
کسایی هست خیلی احتیاجی است، خیلی دستبند است، ندارد مسلمان ها واقعا، کسایی هست دارن و از تجارای عزیز اگه برای کارگرها کمک بکنه بسیار چیز خوبی است و خیلی خوب می شود. در هرات معمولا در همه مسجدها این گونه رسم عنانات قدیمی پابرجاست. در خیلی از مساجد سفره افطار پهن است و همه دور هم جمع می شوند. روزداران دعا و نماز می خوانند، همچنان سرمایداران تلاش می کنند تا همکاری بیشتر با مردم فقیر داشته باشند. حال هم خبرهای اقتصادی. شورولی کابل میگوید که برداشتن موانعی در مسیر سرک ده مزنگ الی کوته سنگی آغاز شده است. سخنگوی این نهاد میافزاید که در مسیر این سرک حدود 50 جایداد استملاکی وجود دارد. قرار است عرض این سرک تا 60 متر توسعه یابد. باشندگان کابل هم از توسعه این سرک استقبال میکنند. از چند روز بدین سو شاروالی کابل سرگرم برداشتن موانع در مسیر سرک ده مزنگ الی کوته سنگی است. در این مسیر حدود 50 جایداد استملاکی است و بیشتر این جایدادها مربوط نهادهای دولتی می شود. قرار است این سرک تا 60 متر توسعه یابد. این سرک یکی از سرک‌هایی است که در کاهش ازدحام ترافیکی نقش مهمی دارد. کار ساخت سرک کوته سنگی الی ده مزنگ بگونه مشخص برداشتن موانعش آغاز شده. در امتداد سرک در حدود بیش از 50 جایداد استملاکی وجود داره که اکثریت مطلقشان جایدادهای دولتی هستن. عملا کار برداشتن موانع آغاز هستن و در این ساحه سرک انشاءالله تا 60 متر توسعه پیدا میکنن. باشندگان کابل توسعه این سرک را گام مهم در بازسازی و نوسازی پایتخت میدانند و میگویند که با ساخت این سرک از ازدحام ترافیکی کاسته می شود و همچنان مردم می توانند براحتی گشت و گذار کنند. پلان دغه د کابل کوم سرک چجوری گی کابل د مزنگ تر کورسنګی پورې نو دوتا موږ ډیر خوشاله ترافیکی او د سیو کم شیدو که او مشکلات د خلکو کم میگی نو ان شاء الله به دوغه امید مو چې یو ورځ به ټول افغانستان جوړی. ما خوشبین هستیم که سرک ترمیم شوه، باز از ازدحام ترافیکی کم میشه، حادثات ترافیکی کم میشه و داینده امید نه که مثلا یک بسیار یک منفعت خیلی زیاد داشته باشه نظر به فعلا که سرکای ما قید است و حادثات ترافیکی بسیار زیاد میشه و برو مرور سخت است و مخصوصا در زمستان ها که برف و به گفته مسئولان شاروالی کابل این نهادها پروژه ساخت و ساز را روی دست دارند و در سال پیش رو آن را عملی خواهد کرد. از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همین جا به پایان می رسد. خدا نگهدار.